لیگ برتر تیم ملی ایران برای برگزاری یک اردوی تدارکاتی راهی امارات شد و یه بازی دوستانه مقابل تیم اردن انجام داد. تیم ما در حالی که دو گل از حریف عقب افتاده بود با گل علی کریمی به بازی برگشت و در لحظات واپسین با ضربه سر محمد قاضی از شکست گریخت تا با مربیگری کارلوس کیروش کماکان بدون باخت بمونه. تیم ملی سپس در دور انتخابی رقابت جام جهانی آخرین بازی مرحله سوم خودش رو مقابل قطر در ورزشگاه آزادی برگزار کرد. این بازی اولین حضور اشکان دژاگه در پیراهن تیم ملی ایران بود که به طرز عجیب با درخشش خیره کننده او همراه بود. دژاگه ضمن زدن هر دو گل ایران در امور دفاعی هم خوب و مؤثر بازی کرد. با توجه به نتیجه بازی بحرین و اندونزی، قطر با زدن گل مساوی به ایران صعودش به مرحله بعدی رو قطعی کرد و بحرین همچون عربستان در این مرحله حذف شد تا خیال ایران برای قرعه کشی مرحله چهارم از همیشه راحت تر باشه. قرعه‌کشی مرحله چهارم یا دور نهایی رقابت‌های انتخابی جام جهانی منطقه آسیا روز جمعه در کوالالامپور مالزی برگزار شد. دو روز قبل از این مراسم و با اعلام جدول جدید رنکینگ فیفا و سبقت گرفتن کره جنوبی از ژاپن، مشخص شد استرالیا و کره جنوبی در سید یک گروه ها قرار می‌گیرند و در نتیجه ایران که در سید دو با ژاپن همگروه نخواهد شد. در مراسم قرعه‌کشی که با حضور مهدی مهدوی کیا همراه بود، تیم ایران با قرعه نسبتا خوبی مواجه شد و در گروه اول با کره جنوبی، ازبکستان، قطر و لبنان هم گروه شد. ضمن اون که با استراحتی که در روز 19 خرداد در روز دوم بازی‌های این مرحله به ایران خورد، فشردگی بازی‌های خرداد ماه که باعث نگرانی کارلوس کیروش شده بود، برطرف شد. در گروه دوم هم استرالیا، ژاپن، عراق، اردن و عمان بر سر دو مکان در رقابت‌های جام جهانی نبرد می‌کنند. به این ترتیب با این گروه که نصیب تیم ایران شده، اینطور به نظر می‌رسه که راه صعود ایران به جام جهانی 2014 برزیل هموار باشه.